تا همین 100 سال پیش مردم معتقد بودن یه زن حامله اگه پوست صافی داشته باشه پسر میزاد و اگه پوستش ناصافی داشته باشه دختر. اگه زن حامله سریع و فرس حرکت کنه احتمالاً پسر و اگه آروم و شلوول حرکت کنه دختر میزاد. این خرافات جاهای مختلفی توی ایران و جاهای دیگه شیوع داشته. البته دیگه الان میدونیم اینا چیزی جز خرافات نمیتونه باشه، چون ما دقیقاً میدونیم سلولای بنیادین و در نهایت فرزند چطوری متولد میشه. توی همه حیوانات جنس نر با جنس ماده تفاوت داره و انسان‌ها هم از این قضیه مجزا نیستن. درسته که زن‌ها با مردا تفاوت بیولوژیکی دارن، اما توی یه جامعه انسانی حقوق زن‌ها باید با حقوق مردها برابر باشه، چون هر دو جنس توی همه زوایای زندگی با هم شریک هستن. اما این موضوع رو همه میدونیم، پس بیشتر از این در مورد حقوق زنها صحبت نمی کنم. امروز میخوایم ببینیم تعیین جنسیت توی انسانها و حیوانات چطوری اتفاق میفته. این ماهی که میبینید اسمش قلابچه ماهی هست و توی عمیق‌ترین قسمت‌های اقیانوس‌ها زندگی میکنه. همونطور که میبینین جنس ماده توی این ماهی ها به مراتب بزرگتر از جنس نر هست. ماده ها معمولاً کف دریا زندگی میکنن. وقتی نرها یه ماده رو پیدا میکنن دیگه ولش نمیکنن. اونا خودشونو مثل یه انگل میچسبونن به ماده و دیگه از بدن ماده جدا نمیشن و در ازای غذایی که از بدن ماده دریافت میکنن بهش اسپرم میدن. توی موجودات دیگه هم جنس نر و ماده و روش آموزش با هم خیلی تفاوت داره. ما انسان‌ها و همه موجودات زنده توی سلولای بدنمون یه چیزایی داریم به نام کروموزوم که همه ژن‌های ما داخل اونا قرار دارن. انسان از هر کروموزوم یه جفت داره که هر دو کروموزوم توی این جفت شبیه هم هستن، به جز یه مورد که به کروموزوم XY معروفه. توی انسان اگه همه کروموزوم‌ها جفت باشن و کروموزوم آخر هم هر دوش X باشن، زن، و اگه یکی از این جفت کروموزوم ها شبیه اون یکی نباشه و به جای XX بودن XY باشه، مرد شکل میگیره. توی بیشتر پستانداران دیگه هم همین روش به عنوان روش تعیین جنسیت استفاده میشه. کروموزوم X تقریبا شامل 800 تا ژن هست، ولی کروموزوم Y که خیلی هم کوچیک‌تره حدوداً 70 تا ژن داره. توی انسان ها کروموزوم Y از پدر به فرزند منتقل میشه. جالبه بدونید فقط یکی از ژن‌های کروموزوم Y هست که موجب تعیین جنسیت میشه و بقیه ژن‌های اون کروموزوم به چیزای دیگه غیر از تعیین جنسیت مربوط هستن. توی بعضی از موجودات مثل بعضی از پرنده‌ها، حشرات، ماهی‌ها و عنکبوت‌ها دو تا کروموزوم دیگه به نام Z و W توی تعیین جنسیت دخیل هستن. توی این حالت جفت ZZ به جنس نر و جفت ZW تبدیل به جنس ماده میشه. همینطور این جنس ماده هست که کروموزوم W رو به دخترش منتقل میکنه. توی بسیاری از خزندگان شرایط محیطی موجب تعیین جنسیت میشه. توی برخی از لاک‌پشت‌های دریایی اگه دمای هوا بالا باشه هورمون جنسی بیشتری تولید میشه و جنس ماده شکل میگیره و دمای هوای پایین موجب شکل‌گیری جنس نر میشه. پس سرعت گرمایش زمین روی گونه‌های این موجودات تأثیر زیادی داره و گرم شدن بیش از حد و سریع زمین منجر به انقراض اونا میشه. بعضی از ماهی‌ها میتونن خودشون هر وقت خواستن جنسیت خودشون رو عوض کنن. به این کار میگن نرمادگی یا دو جنسی. این موجودات میتونن توی دوره حیاتشون از ماده به نر یا از نر به ماده تبدیل بشن. دلقک ماهی ها یه نمونه از این گونه ها هستن. بعضی از گونه های دلقک ماهی وقتی به دنیا میان همشون نر هستن. وقتی ماده گروه یا مادرشون میمیره، بزرگترین مرد خودشو به ماده تبدیل میکنه تا نسلشون بتونه ادامه پیدا کنه. البته توی فیلم در جستجوی نمو که ساخت شرکت دیزنی هست، نه تنها به این مورد اشاره نشده، بلکه کمپانی دیزنی این داستان رو جوری تغییر داد که واقعیت برای بچه ها روایت نشه. اما حالا میدونیم که واقعیت به مراتب جالبتر از داستان دیزنی هست. توی بعضی از گونه های دیگه بزرگترین ماهی گروه نر هست و وقتی این نر میمیره بزرگترین ماده گروه طی 3 روز خودش رو به نر تبدیل میکنه تا نسلشون ادامه پیدا کنه. عجیب بود نه؟ ما هنوز نمیدونیم که چرا سازوکار شکل‌گیری جنسیت توی موجودات مختلف اینقدر متفاوته،
اما بیولوژی تکاملی حداقل تونسته این تفاوت‌ها رو به شیوه خوبی طبقه بندی کنه. توی مورچه‌ها ملکه و همه کارگران ماده هستن. اما اگه یه تخمک به طور کامل بارور نشه یا باروریش ناقص باشه به جنس نر تبدیل میشه. پس توی این دسته تفاوت توی مقدار و دوز کروموزوم هستش که جنسیت رو تعیین میکنه. جنسیت توی سازها و زنبورها هم به همین شکل تعیین میشه. اینا روش‌های رایج تعیین جنسیت بودن. اما میخوام خیلی کوتاه به چند تا داستان جالب دیگه هم در مورد جنسیت حیوانات اشاره کنم. این ماهی که میبینین اسمش مولی آمازون هست و از نظر جنسی بیمیل هست. این ماهی فقط تظاهر به آمیزش جنسی میکنه و بچه هاش از تخمک لقاح نیافته به دنیا میان. مولی آمازون به اسپرم احتیاج داره ولی نه برای باردار شدن، بلکه برای اینکه اسپرم قشای اطراف تخمک رو پاره کنه تا مرحله رشد شروع بشه. برای این کار مولی آمازون به اسپرم یه ماهی دیگه به نام مولی بالبادبانی احتیاج داره. بعد از این آمیزش همیشه و فقط مولی آمازون به دنیا میاد که کاملا شبیه مادرشه و هیچ شباهتی به مولی بالبادبانی نداره. دیگه اینکه توی حیوانات جذاب بودن برای روند تولید مثل اهمیت زیادی داره. توی انسان هم جذاب بودن به عنوان زیبایی شناخته میشه، ولی قضیه زیبا بودن توی انسان و زیبا بودن توی حیوانات خیلی با هم متفاوته و در واقع یه جورایی کاملا برعکسه. توی انسان‌های دوره سرمایه‌داری زن‌ها بیشتر خودشون رو جذاب و زیبا می‌کنن، در حالتی که توی حیوانات معمولاً رقابت برای جلب توجه جنس ماده بیشتره. همینطور توی حیوانات زیبایی توی چیزایی مثل رفتار، اندازه و رنگ خودشون نشون میده و تنوع خیلی بیشتری از انسان‌ها داره. بیاین یه نگاهی به بوقلمون وحشی بندازیم. بوقلمون‌های وحشی دو جور نر دارن: نر غالب و نر زیردست. زمستون قبل از اینکه نرا به بلوغ برسن، همه نرای گروه، یعنی همه برادرها و برادرای ناتنی، توی یه سری جنگ بوقلمونی بزرگ و بیرحمانه با هم رقابت میکنن. برنده نهایی مسابقات تبدیل میشه به نر غالب و بازنده ها همشون میشن نر زیردست. کار نرای زیردست اینه که برای برادرای غالبشون ماده پیدا کنن و خودشون با اینکه اسپرم تولید میکنن اما هیچ وقت تولید مثل نمیکنن. اگه نر غالب کشته بشه، بقیه برادرها بازم با هم مسابقه میدن تا یه نفر به عنوان نر غالب مشخص بشه. همونطور که توی تصویر میبینیم، بوقلمون غالب از زیر دستاش بزرگتر و رنگیتره و برای جلب توجه ماده پرای دومش رو به نمایش میذاره. همینطور بوقلمون نر تاج و ریش هم داره که به نظر من خیلی چندش آوره، ولی بوقلمونای ماده عاشقشن و تاج و ریش نر غالب از تاج و ریش نر زیردست بزرگتره. و البته همینطور که میبینین بوقلمون ماده اصلا هیچ زیبایی خاصی نداره، چون احتیاجی به زیبا بودن نداره. رقابت برای کسب توجه ماده بین نرها اتفاق میفته و در اصل اونا هستن که باید خودشونو به نمایش بذارن. توی خروسا و طاووسا هم همونطور که میدونیم جنس نر یه ویژگی هایی داره که جنس ماده نداره و میشه به عنوان زیبایی ازش نام برد. یه مورد جالب دیگه زمرد ماهی خالخالیه. این گونه ماهی یه نوع ماده و سه نوع نر داره. نر قلمرو که هم اندازش بزرگه و هم رنگ و رنگه. نر اقماری که توی کارهای خونه و تمیزکاری کمک میکنه و در عوض بهش اجازه داده میشه چند تا از تخمک‌ها رو باردار کنه. و نر هیلگر که موقع تخمک گذاری ماده طی یه حرکت انتحاری با سرعت میاد توی لونه، یه عالمه اسپرم میریزه توی لونه و سریع فرار میکنه. نر قلمرو چون خوشگل و رنگی پنگیه باید مثل همه گونه های دیگه هزینه های این زیباییش رو هم بپردازه. اون مجبور شبانه روز توی لونه بمونه و از تخما مراقبت کنه. زیبایی ظاهری و رفتاری توی خیلی از موجودات زنده منجر به راحت شدن تولید مثل و بقای اون گونه میشه. توضیح مسئله جذابیت و زیبایی فقط با پیشرفت‌های اخیر علم ژنتیک و فرگشت امکان پذیر شده و به ما نشون میده حیوانات زیبایی رو درک میکنن و برای ادامه نسلشون ازش استفاده میکنن. البته همونطور که گفتم مفهوم زیبایی و جذابیت توی انسان خیلی پیچیده تره. مثلا توی بعضی از قبایل آفریقایی گردن بلند یا بینی پهن معیار زیبایی محسوب میشه. یا اصلا چرا راه دور بریم؟ اگه نگاهی به عکس‌های معشوقه‌های شاه‌های قاجار بندازیم، می‌بینیم که تا همین 100 سال پیش توی کشوری مثل ایران، زنای توپل و دخترایی که سیبیل داشتن زیبا محسوب می‌شدن. ولی امروز به خاطر تأثیر رسانه‌های مخصوصاً غربی، معیار زیبایی زنا به لاغری و عاری از مو بودن تغییر کرده. شاید تا 100 سال دیگه مدل‌ها و ملکه‌های زیبایی با معیارهای امروزی خیلی هم زشت ترقی بشن. کسی چه می‌دونه؟
همونطور که میدونین ما نه توی ویدیوها و نه توی سایت کرونوس از تبلیغات استفاده نمی‌کنیم. اما ساخت ویدیوهای علمی و آموزشی هزینه زیادی داره که تا این لحظه از جیب خودمون پرداخت شده. خواستم توی این ویدیو از دوستانی که کارت اعتباری دارن بخوام اگه به پیشرفت کرونوس و بهتر شدن کمیت و کیفیت کار ما علاقه‌مندن از طریق لینکی که توی توضیحات این ویدیو اومده به ما به طور ماهانه کمک کنن. ما با ماهانه 2 دلار کمک مالی از طرف شما هم دلگرمتر میشیم و هم میتونیم از پس هزینه های تولید پادکست بر بیاییم. همینطور اگه از این ویدیو خوشتون اومده مشترک کانال ما بشین و اون رو با دوستاتون هم به اشتراک بذارید. مرسی از منبع عظیم انرژیتون و اینکه اون رو به اشتراک میذارید.